سلام عزیزان، خوش آمدین به یکی دیگر از برنامه های آشپزی. به این برنامه خواستن از ما که دو پیازر به تالارا یا به محفلا چی رقم پخته میکنن. ما خواستیم به شما عملا هر آن شیی که به این نیازه، دو پیازه وی آی پی، حتی به این زعفران و خلال و پسته و آلو بخارای تازه و همه چیز را آماده ساختیم و ما این به شما آموزش بدیم که ببینیم نکات ظریف از این دو پیازه ای که خوشمزه و به تالار پخته میکنن چیه. با ما باشید. ابتدا گوشت ریزه میکنیم. گوشت قلم رونه به داخل خواه امی رگ رگ قوانه انی رگ رگ قوانه ای هم غدودیه که باید اینا گرفته شه. همیشه به گوشت که ریزه میکنین اینا رو متوجه باشین. گوشت هم ببینین که چی گوشته. باز به ساتول گوشت ریزه میشه. هر ریزه گوشت بیشتر از 40 گرم باید باشه. شما باز یک زمان این رقم گوشت ریزه نکنید که ببینید پنجه خور زدین قلم کردین گوشت ریزه شد. حال گوشت رو پاک میشوریم. پیاز اول دو پیازه که ریزه میکنیم باید کمک درشتر باشه، چون اگر پیاز خیلی نازک باشه باز زودی شل نمیشه. همیشه پیاز که ریزه میکنیم به حساب اول میاین لاب بشه و شل بشه باید کمی درشتر ریزش. خب دوستا، گوشتا شوشته شد، پیازا ریزه شد. البته پیاز اول دو پیازا ریزه شد. پیاز اول میریم دیگه میگذاریم، گوشت اضافه میکنیم، پیاز اضافه میکنیم. بقیه برنامه رو با ما باشین ببینیم که چی کار میشه. یک نکته بسیار مهم، او به اول زیاد نمیندازیم، او به مقدار میندازیم که گوشت 100% پخته شه. به از لاب روغن بندازیم، مواد بزنیم، پیاز از دور شل کنیم، بعد از او باز دوباره دیگه به او اضافه میکنیم. کف گوشت هم گرفتیم، انال پیاز به ای اضافه میکنیم. پیاز اوله
پیاز دوم و دو پیاز ریزه میکنیم، به همین شکل باید به یک اندازه باشه، ورق باشه. این رخته میکنیم، خود سرکه و نمک و زعفران و بیال زعفران اضافه میکنیم. زعفران رو قبلا عل کردیم. سرکه اضافه میکنیم. نمک به داخل خود گوشت اضافه میکنیم. کمی هم به این اضافه میکنیم. تا که گوشت آماده میشه این پیاز هم به حساب بخته خوب بخته میشه و خیلی طعم خوبی میگیره. میگه از دو پیازر پیاز و یک متله، باید یعنی از خود گوشت که پیاز دو پیازه بیشتر مزه بده. این هم اخته شد، آماده شد. خب دوستای نازنین، ببینیم که روغن بر روغن آمده. بله، گوشت بر روغن آمده، او خور خوش کرده. فعلا روغن به ای اضافه میکنیم تا که پیاز شل شه، آماده شه. روغن که اضافه کردیم، یک چند شورک خود روغن دادیم، پیاز شل میشه، کاملا آماده میشه. اگر پیاز خیلی نازک ریزه کنین، باز به این حالت پیاز شل نمیشه. پیاز کمی دبلتر ریزه کنین. گوشت که 30% پخته شد، آماده شد، روغن به او اضافه کنین. ببینین گوشت به این حالت باید خود خوریله بده، یعنی میچه که به این حالت اول نبود. دوستای نهایت عزیز مهربان، دیدین که پیاز مکمل لای شد، گوشت به روغن آمد، گوشت که به یالت به روغن آمد. سیر به ای اضافه میکنیم. میگذاریم که سیرم سرخ شه. سیرم سرخ شد، بعد از او به ترتیب اول نمک، دو قاشق نمک اضافه کردیم به ای، نصف قاشق فلفل سرخ اضافه کردیم، یک نیش قاشق زردچوبه اضافه کردیم و کمی هم زعفران خود ایراد جان به ای اضافه کردیم. این سرخ میکنیم. به 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 دو پیازه حتما دوستا از زعفران استفاده کنین. گوشت بی نهایت عطر خوبی میگیره. یک دو دقیقه به همین حالت ایر دم میدیم که زعفرون مغز با مغز گوشت بره به حساب. مدت 2 دقیقه گذشت. اول آلو بخارا رو به اضافه میکنیم.
بعد از این پیاز اضافه میکنیم. پیاز خوب انبار میکنیم. گوشت رو چک کرده به اندازه ای که گوشت سخت باشه، به اون اندازه گوشت ما 80% پخته شده، به این اندازه حالا کمی او به اضافه میکنیم. با وسط اینه به گرد و گرد دیگه. البته دوستا ناگفته نمونه که او گرمه، به گوشت باید او گرم باشه که اگر او گرم نباشه گوشت سنگک میشه و پخته نمیشه. پس به مدت 10 دقیقه سر زیر بسته میکنیم که پیاز کم شل شه. پیاز که زمان شل شد آتیش از زیر صفر میکنیم، به سر دیگه اضافه میکنیم. دوستای عزیز مدت 10 دقیقه گذشت، حالا پیاز ما شل شده. پیاز که شل شده آتیش مکمل از زیر میکشیم، به سر به حساب دو پیازه یا کباب دو پیازه میندازیم که خب بیشتر پیاز شل شه و تم بگیره. مدت 20 الی 25 دقیقه منال این دو پیازه باید به دم باشه. اگه آتیش تیز باشه، اگه آتیش کم باشه تا به 1 ساعت یا 1.5 ساعت این پیاز شل میشه. اگر آتیش به همین حالت تیز باشه تا 20 دقیقه الی 25 دقیقه پیاز شل میشه و دو پیاز آماده میشه. خب دوستای عزیز وقت دو پیازه 25 دقیقه گفتیم پوره شد، آماده شد. میبینیم آتیش سر زیر زیاده. حالا میریم سر زیر باز میکنیم، میبینیم که چی رقم رنگ گرفته، تم گرفته، پخته شده یا نشده. به به، با واقعا که عطر خوبه، رنگ خوبه. دیگه تم رم بچشیم بعضی ببینیم که تم چی رقم تم داره. واقعا عالیه، واقعا عالیه. زرش که هست به این دو پیازه ای که خیلی هم خوش رنگ، خوش رنگ تر میشه. همیشه به دیکور از زرش استفاده کنین. ببینین که نمای دو پیازه، نمود دو پیازه زرشکه. از خلال پسته هم همچنین، هم به حساب رنگ هم به حساب تم. بیاییم که به قاب بکشیم دو پیازه. سعی کنید که چی یک لعابی گرفته و چی یک رنگ، چی یک عطر گرفته دو پیازه. امیدوارم شما هم از برنامه لذت کافی برده باشین و از این برنامه بتانین به همین شکل و به همین دیزاین به خود دو پیازه جور کنین، لذت کافی ببرین. من از دو پیازه پیاز و لعاب بیشتر از گوشت خوش دارم، خصوصا لعاب که آلو بخارا داشته باشه. جای دوستا خالی، واقعا لذیذ، واقعا عالی. وقت خوش، موفق و کامگار باشین. ما فراموش نکنین برنامه را برای دوستای خود به اشتراک بگذارین، لایک کنین، سابسکرایب کنین، شیر کنین. تشکر از همراهی همه شما. وقت شما خوش، بخیر باشین.